سفره آسمانی. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما تأثیر روزه گرفتن در تقویت حافظه است. روزه با دلایل متعددی موجب میشه که حافظه ما تقویت میشود. چگونه؟ شرایط متعددی هست. یک، شرایط اجتماعی. کسانی که در ماه مبارک رمضان روزه هستند، طبعا از استعمال مواد دخانی پرهیز میکنن و قطعا این پرهیز موجب میشه که حافظهشون تقویت بشه. اما خب شاید بگید ما در طول ماهای دیگه هم دخانیات استفاده نمیکنیم، قلیون نمیکشیم، سیگار نمیکشیم. بله، اما شما در اماکن عمومی که ظاهر میشید، دیگران که مصرف دخانیات داشتن، بوی نامطبوع دخانیات آنها به شما سرایت میکنه. این سرایت منجر میشه که شما حافظتون کمی تحت تاثیر قرار بگیره. یا خدای نکرده یکی از اعضای خانواده معتاد به سیگار یا قلیون باشه، همین اتفاق میفته. یا حتی یکی از مهمانیاتون یک نفر معتاد در اون مهمانی باشه، سایر افراد تحت تاثیر نسبی و کم قرار میگیرن. پس ما قطعاً از مضرات این عوامل دخانی مسئول نیستیم. پس چیکار بکنیم؟ پس باید سعی کنیم که پرهیز کنیم و اگر کسانی هستند که استعمال دخانیات دارن، حتماً انشاءالله ماه مبارک رمضان موجب بشه که در ماهای بعد حتماً از مصرف این مواد دخانی پرهیز کنند. اما نکته خیلی مهمتر بحث تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان هست. بحث دعا و نیایش در ماه مبارک رمضان هست. تلاوت قرآن به خصوص آیت الکرسی یکی از آیات مهم قرآن هست در تقویت حافظه، به شرطی که به طور مستمر از این دعا استفاده بشه. سوره های دیگه ای هستن که میتونیم ازش استفاده کنیم. خداوند در قرآن میفرمایند انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. همانا ما این قرآن را نازل کردیم و حتما ما آن را حفظ میکنیم. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله میفرمایند هر جا آیات ظهور و حضور پیدا کرد، خدا وعده داده که آن را حفظ کند، به شرطی که انسان امین وحی خدا باشد و در وحی خیانت نکند. اگر خدا حافظ قرآن است، ظرفی هم که قرآن در اوست، آن ظرف را نیز حفظ می کند. خدا این دل را حفظ می کند برای اینکه آیات را بخواهد حفظ کند، حافظ آن شخص را هم تقویت می کند. از فرمایشات این عالم بزرگوار است. خب بحث تلاوت قرآن و بحث شرایط اجتماعی. اما یک بحث دیگه ما در ماه مبارک رمضان داریم، بحث خوراکی های حلال و طیب هست که در ماه مبارک رمضان در افطار و سحری ما ازش استفاده میکنیم. ما همراه با نان و پنیر در افطار از حداقل یک گردو و حداکثر دو گردو استفاده میکنیم. گردو دارای ماده سروتونین است. ماده سروتونین در تقویت حافظه کمک موثری میکنه. گردو دارای 7 ماده فیتوکمیکال در پیشگیری از بیماری آلزایمر هست. پس حتما نان و پنیر باید با گردو مصرف بشه. خرمایی که در افطار مصرف میکنیم و با اون روزمون رو باز میکنیم، خرما دارای 5 ماده فیتوکمیکال هست که در پیشگیری از آلزایمر و کمک به تقویت حافظه تأثیر به سزایی دارد. پس مصرف خرما و گردو و سبزیجات در افطار و سحری، حتما سحریامون رو با سبزی باید داشته باشیم. مصرف خرما و گردو و سبزیجات کمک شایانی به تقویت حافظه میکنه و طب اسلامی ما تنها مکتب طبی در جهان هست که تلاوت قرآن یعنی دعا و نیایش
همراه با مصرف خوراکی های حلال و طیب و رعایت شرایط اجتماعی رو پیشنهاد میکنه که داشته باشیم تا انشالله تقویت حافظه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.